در مورد اویل پمپ های کوپلند سوال دارین آیا هنگام تعمیر کمپرسور برای فشار اویل پمپتون مشکلی پیش اومده آیا چیلر کارین و هنگام تعمیرات چیلر با فشار روغنتون مشکل پیدا کردین و نمیدونین چی کار بکنید این فیلم رو تا آخر ببینید به تمام سوالات شما جواب داده میشه تک تک اجزای اویل پمپ رو با هم دیگه تشریح میکنیم و ببینیم که داخل ای اویل پمپ کوپلند چه چیزایی وجود داره و چگونه تعمیر میشه و چگونه نصب میشه تو تمام کمپرسورهای کوپلماتیک کوپلند پنج اسب به بالا ما اویل پمپ رو داریم همینطور تو کمپرسورهای سه اسب مدلای های روغنکاری با استفاده از اویل پمپ جریان مثبت انجام میشه پمپ روغن انتهای میلنگ نصب میشه و بر روی بوش اویل پمپ نصب میشه پس انتهای میلنگ بوش اویل پمپ هست و بر روی اون ما اویل پمپ را داریم که از طریق یه زایده که انتهای میلنگ هست بر روی شیار انتهای میلنگ نصب میشه و عمل پمپ کردن رو برای ما انجام میده روغن با فشار به درون مجرای درون میلنگ فرستاده میشه پس اویل پمپ جریان مثبت روغن رو به درون شیار داخل میلنگ میفرسته که از اونجا به تمام اجزا میره روغن با فشار به درون مجرای میلنگ میره خب ما تا اینجا فهمیدیم که روغن رو اویل پمپ به درون میلنگ میفرسته برای روغنکاری اجزای مختلف روغن رو هم از کارتر میمکه که از فیلتر روغن درون کارتر ذرات خارجی خوردگی های مکانیکی جدا میشن و روغن به اویل پمپ فرستاده میشه یه نکته خیلی خیلی مهم فشار روغن فشار روغن رو ما چجوری بفهمیم خوبه یا نه ما میخوایم در مورد فشار روغن با هم دیگه کمی صحبت بکنیم توی انتها ما یه اویل پمپ رو به صورت کامل تشریح میکنیم اما راجب فشار روغن یکم مسئله نیاز به توضیح داره ببینید ما وقتی که اویل پمپ رو, رو نصب میکنیم بالاش با رو که وقتی که میبینید یه سراحی نصب شده این سراحیه یه اتصالش اتصال سوزنی هست شما از این طریق میتونید گیج منیفولتون رو نصب بکنید شیلنگ سوزندارتون رو نصب بکنید فشار روغنتون رو بخونید اون یکی اتصال برای کنترل فشار روغن هست سویچی که فشار روغن رو کنترل میکنه هست پس از این طریق ما میتونیم فشار روغن رو بخونیم ما یه عدد رو میخونیم رو فشار روغن مثلا 100 PSI آیا این 100 PSI فشار خوبی هست آیا 50 PSI فشار خوبی هست یا نه این سوال خیلی سوال مهمیه یکی از نکات کلیدی توی راهندازی چیلر هاست و تعمیر کمپرسورها. ها تو حالت عادی کار کرد فشار خالص روغنکاری بسیار متفاوته و به سایز کمپرسور مقدار لقی کمپرسور وابسته است فشارهای خالص روغنکاری ببینید بذارید اینو اینجوری تشریح بکنیم بهتره ما یه فشار خالص روغنکاری داریم نت پرشر نت پرشر با اویل پرشر متفاوته ما اویل پرشر رو مون رو میخونیم بر روی گیجمون فشار خروجی اویل پمپمونه اما از یه طرف دیگه ما یه فشار خالص روغنکاری داریم که میشه نت پرشر یا فشار خالص روغنکاری برابر است با فشار خروجی اویل پمپ منهای فشار کارتر یعنی اگر برای مثال فشار خروجی اولپمپ ما چهل پیس آی باشه این چهل رو منهای فشار کارترمون میکنیم که 20 پیس آیه پس فشار خالص روغنکاری ما میشه 20 پیس آی ببینید فشارهای زیر ده پیس آی خیلی خطرناکن بعد باید خیلی مراقب باشین ما توی کارگاه گروه مندسی مهرسپن اولپمپ ها رو بررسی میکنیم اندازه گیری های خاصی روشون انجام میدیم و سالم بودن یا مشکل دار بودن و یا تعمیرات خاصی رو براشون انجام میدیم دقت بکنید که بسیار مهم هست یه سری پارامترها رو ما اینجا توضیح میدیم خواهش میکنم که دقت بکنید و بعضی پارامترها رو که عنوان میکنم رو شما انجام ندید اینها فقط برای توضیح هست ببینید توی کارخونه اویل پمپ رو طوری تراحی کردن شرکت کوپلند که تو 60 psi روغن رو بایپس کنه بریزه توی کارتر اگر فشارتون بالا بره اما چجوری اویل پمپ میتونه روغن رو بایپس بکنه یه پیچ در این قسمت وجود داره شما این پیچ رو میبینین این پیچ رو که باز بکنیم زیرش یک فنر قرار داره و یک ساچمه متاسفانه متاسفانه یک تاسف خیلی بزرگ میشه خب خیلی جاها ما میبینیم که بر این فنه رو دستکاری میکنن فنه رو کوتاه میکنن بلند میکنن که از این طریق فشار روغنشون رو افزایش بدن یا کاهش بدن خیلی کار اشتباهی هست خود شرکت کوپلن میگه به هیچ عنوان به این دست نزنید این اتصال برای باز شدن نیست اما خب ما این اتصال رو باز میکنیم تو کارگاه ما اندازه ها رو داریم و اینکه یکی از مشکلات همین خوردگی این ساچمه است ما نیاز داریم که این ساچمه رو عوض بکنیم پس بنابراین ما به عنوان تعمیرکار میتونیم دست بزنیم به این ساچمه اما شما این کار نکنید پس این اتصال اتصال بایپس اویل هست که روغن رو میریزه به کارته ما با, با طول این فنر میتونیم فشار متغیری رو هم داشته باشیم یه نکته کلیدی جالب دیگه بهتون بگم اویل پمپ های پیستونی میتونن تو هر دو جهت کار بکنن پس ببینید وقتی که میلنگ به سمت راست بگرده یا سمت چپ بگرده این چرخ دنده ها میتونن اویل رو پمپ بکنن و بدون هیچ مشکلی کار انجام میشه اما ببینید یه نکته خیلی جاهای دفعه میرین سریع چیلر کمپرسور استارت میزنید اویل پمپ رو فشارش رو میگیرید از خروجی اویل پمپ میبینید فشار خیلی پایینی اصلا فشار نداره اما دور رو برعکس میکنید یه میبینید مشکل رفع شد همه چی نرماله ببینید بعضی وقتا یه خوردگی توی جهت داخل اویل پمپ به وجود میاد وقت وقتا آشغال هایی هستن که میام میگیرم مسیر و وارنیش هست من چیزای دیگه از آلودگی دیگه, دیگه توی یه جهت ما فشار روغن نداریم اما توی یه جهت دیگه ما فشار روغن خیلی خوبی داریم موقع کار به اینا دقت بکنید اما دشمن این چختنده های اویل پوم چی هست دشمن اصلی این چختنده های این اویل پم روغن کاری کم کمبود روغن و بزرگترین دشمنش برگشت مایه مبرده مایه مبرد پوست اویل پمپ رو میکنه توی تعمیرات خیلی نکات هست کنار هم دیگه باید در نظر بگیرید مثلا ما اتیل گلیکول اواپراتورمون بعد جریان اتیل گلیکولمون خوب نیست دمای اواپراتور به شدت سریع افت میکنه خب ما یه افت فشار داریم از اون برد تو کارترمون هم افت فشار داریم افت فشار تو کارتر باعث میشه که فوم روغن و مبرد به وجود بیاد خب حالا چه اتفاقی میفته پس ببین اویل پم داره این فومو پمپ میکنه به داخل کمپرسور خب این فوم آسیبزا هستش پس خیلی وقتا توی تعمیرات چیلر ما میتونیم یه مشکل کوچیکی داشته باشیم که به نظر باعث بروز مشکل تو کمپرسور نشه اما واقعیت اینه که میتونه آسیبای خیلی شدیدی بزنه ببینید توجه کنید موقعی که توی شروع راه اندازی میخواین کمپرسور رو راه اندازی بکنید صدای غیر طبیعی میشنوید حتی اگر صدایی نمیشنوید این اتصال سراهی اینجایی که سوزنی هست رو اینو برای شما گذاشتن که اینجا بردارید گیجتون رو نصب کنید و فشار روغنتون رو ببینید اما الان که ما با حدودی راجع به چند تا نکته آگاه شدیم یکی فشار نتمون یکی اتصال بایپسمون اما یه نکته دیگه ما یه اتصال دیگه هم اینجا داریم همونطوری که میبینید وقتی که این پیچ رو باز میکنید شفت هست که بر روی این شفت یه اورینگ نسبه زمانی که ما این اتصال رو برداریم میتونیم جاش یه دونه Oil پرشر کنترل الکترونیک نصب کنیم این Oil پرشر کنترل الکترونیک مارک سنترونیک هستش که شرکت کوپلند این رو توصیه میکنه البته تو مدل های جدیدش پلاس هم داره که میتونیم ما این رو اضافه بکنیم به این قسمت و روغن رو کنترل بکنیم یه کنترل روغن داشته باشیم اطلاعات مربوط به این کنترل روغن در کاتالوگ های کوپلند موجود 1275 و همین کاتالوگ با ترجمه فارسی هم برید داخل سایت گروه مهندسی مهرسپند موجوده شما به این ترتیب میتونید کنترل روغن رو داشته باشید و نگرانی از روغنکاریتون نداشته باشید این سنسور یه سنسور اختلاف فشاری دیفرنشیال پرشر سنسوره که با این ما میتونیم توی این اتصال نصبش بکنیم و مشکل ریسک روغنکاری کاری رو بیاریم پایین که به ما بتونه خطا بده اما انتهای اویل پمپ شما دو تا پیچ کوچیک میبینید و خود اویل پوم توسط شیش پیچ بزرگ بر روی پوسته اویل پوم نصب میشه ما این دو تا پیچ نگهدارنده کوچیک رو باز میکنیم ببینیم داخل یه اویل پوم چی میبینیم اول اینکه این که گازبندی این صفحه انتهایی اویل پوم توسط اورینگ انجام میشه توجه بکنیم توجه هیچ وقت اینجا واشر نصب کنید تنها از این اورینگ استفاده میکنیم داخل این اویل ما دو تا چرخ دنده داریم این چرخ دنده ها مثل اکثر اویل پمپ ها ساختار اویل ها روغن رو پمپ میکنن زیر, زیر این چرخ دنده ها وقتی که نگاه میکنیم ما یه مسیر ورودی یه مسیر خروجی داریم که ما میتونیم از این طریق روغن وارد اویل پوم بشه از این طریق و از این یکی مسیر روغن خارج بشه خب پس ما این دوتا مسیر رو هم داریم اما یه نکته ما گفتیم که نیروی محرک گردیدن این چختنده ها توسط این شفت به دست میاد این شفت هم کجا نصب میشه وسط بر روی شیار میلنگ خب بعضی وقتا پیش میادش که بوش اویل پمپ یا بوش وسط خورده میشه بوش که خورده میشه ببینید بوش شفت اویل پمپ هم خورده میشه از اینجا ما هدر رفت روغن رو داریم خیلی نکته مهم خیلی نکته مهم ببینید خیلی ریزکاریا توی این کار هستش این کفه خورده میشه خیلی مواقع ما داریم که این کفه ای اویل خورده شدن چختنده ها خورده شدن ببینید تمام این مواردی که بهتون گفتم قابل تعمیر هست اما مهم اینه که بهشون توجه کنیم و سرسری ازشون عبور نکنیم انتهای کار پس گفتیم که میلنگ میچرخه وقتی که میلنگ میچرخه شفت رو میچرخونه گردیدن شفت باعث میشه که چرخ دنده ها بچرخن گردیدن چرخ ها باعث پم شدن روغن میشه دوباره مرور میکنیم یه اتصال سراهی داریم که اینجا ما میتونیم فشار روغنمون رو ببینیم البته نه فشار خالص روغنمون گفتیم فشار خالص برابر با فشار اویل پمپ که از این اتصال میخونیم منهای فشار کارتر که همون فشار ساکشن در نظر بگیریم خب پس به این ترتیب ما فشار خالص روغن کارمون رو متوجه شدیم چیه چند تا نکته رو میخوایم با هم مرور کنیم ببینید این حلقه رو میبینید های مختلفی داره ببینید این پکی هستش پک سی ام پی اویل پوم هست که گروه مهندسی میرسپن ارائه میده همکارانی هم که علاقه داشته باشن با قیمت بسیار مناسب ما این محصولات رو میفروشیم ببینید این حلقه دقیقا بر این قسمت نصب میشه اما چرا سایزهای مختلف داره این اداپتر رینگ چرا شکلهای مختلف داره ادابتر رینگ فارسیش رو میتونیم بگیم سازگار شونده رینگ سازگار شونده ببینید این قسمت میادش بر روی این پایلت و اویل پوم نصب میشه روی این پایلت نصب میشه توی مدل های مختلف تا سالیان که کوپلن تولید کرده این فرماش فرق کرده شکلا فرق کرده پس بنابراین این ادابتر رینگمون رو اینجا نصب میکنیم یه نکته خیلی مهمه دیگه ببینید این اویل پوم بر روی بدنه اویل ای پوم بر روی پوسته از طریق یک واشر نصب میشه خیلی توجه بکنید ببینید دوباره تاکید میکنم خیلی توجه کنید فرم این واشر دو مدل هست خب که تو مدل های M و و N و T و مدلای های 9 با کمپرسورهای های 4 و شیش و 8 کوپلوماتیک متفاوته همیشه توجه کنید این دو تا واشر با هم دیگه متفاوت هستند و موقع نصب به این خیلی به این نکته خیلی دقت بکنید یه چیز دیگه روی واشر یه زائده هم هستش ببینید این زائده میتونه به ما کمک کنه که اویل رو به درستی نصب کنیم لبه واشر باید تو ساعت 11 کمپرسور نصب بشه و پارت نامبر باید تو ساعت یک نصب بشه خب اگر تو واشر رو تو هر حالت دیگه ای قرار بدیم مسیر روغن رو مسدود کردیم پس ما توی این فیلم فشار روغن ساختار اویلپوم پمپ تا حدودی در مورد تعمیراتش و روش نصبش رو صحبت کردیم هر سوالی دارین اینجا از ما بپرسید ما به شما جواب میدیم ما به شما جواب میدیم ما به شما جواب